این روزها سرنخ بسیاری از فسادها در کشور از هر سو که دنبال شود در نهایت به آیت الله خامنه ای و نهادهای زیر دست او میرسد. رهبری که سالهاست در جایگاه اپوزیسیون نظام خود ساخته نشسته و از بی‌عدالتی و فساد در کشور مینالد. فسادی که رهبر جمهوری اسلامی سررشته آن را به دست دارد محدود به فساد سیاسی نمی شود. مجموعه امپراتوری او با استفاده از رانت اقتصادی اقدام به مهرچینی سیاسی نیز می کند. پولهای کلانی که از طریق مجموعه های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تولید، سفید و ذخیره می شوند. در چنین روزهایی کارایی دارند. روزهای منتهی به انتخابات و برای هزینه شدن در ستادهای انتخاباتی که نظرشان به نظر او نزدیکتر است. یکی از هلدینگ هایی که با واسطه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار می کند، هلدینگ فؤاد ری است. سالها پیش زمانی که محمد محمدی نیک مشهور به ری شهری نایب تولیت آستان قدس رضوی بود، در خیابان جردن تهران گروهی از همکاران سابقش را گرد هم آورد تا نهادی را برای حمایت اقتصادی از آستان این امامزاده تأسیس کند. ری شهری از میان تیم همراهان سابق خود در نهادهای دولتی و امنیتی گروهی را به همکاری دعوت کرده بود که آشنایی بیشتری با اقتصاد داشتند. از جمله محمد شریعت مداری که از سال 1370 عضو و از سال 1373 با فرمان علی خامنه ای رئیس ستاد اجرایی فرمان امام شده بود. شریعت مداری که اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، از پرورش یافتگان بیت رهبری است. او مدتی زی حساب دفتر رهبری جمهوری اسلامی و مدتی نیز در بازرسی بیت بود و بعد با حکم رهبری به ستاد اجرایی فرمان امام رفت. پیش از انتصاب او به ریاست ستاد اجرایی در سال 1372 یکی از اعضای اصلی هلدینگ فؤاد ری شد. بر اساس اسناد ثبتی فؤاد ری شرکتی سهامی خاص است که با شماره 10722 در آبان ماه سال 72 ثبت شده است. این شرکت به خواست ری شهری و با موافقت رهبر جمهوری اسلامی به منظور تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی آستان قدس عبدالعظیم و دانشگاه علوم حدیث تأسیس شد. در اساسنامه شرکت قید شده است که واردات و صادرات و بازرگانی علمی مواد غذایی، کشاورزی، دامداری، دامپروری، مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، شرکت در مناقصه‌های دولتی و خصوصی و مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی اهم مسئولیت فؤاد ری است. از جمله دیگر اعضای اصلی این هلدینگ محمود یاسینی، همایون خسروی، بهروز ماکویی و حسن واعظی هستند که البته نام هیچ یک در اسناد رسمی نیامده است. ری شهری وزیر سابق اطلاعات، محمد شریعت مداری که اندکی بعد هدایت وزارت بازرگانی را بر عهده گرفت، محمود یاسینی از همکاران ری شهری در دوران وزارت به عنوان راهبران اصلی شرکت انتخاب شدند. مدتی بعد سعیدی کیا وزیر سابق راه و مسکن و رئیس سابق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و غلام حسین نوذری وزیر نفت دولت نهم هم به حلقه اصلی هلدینگ فؤاد ری اضافه شدند تا محفل وزرای سابق فعلی و آینده جمع شوند. جمع شدن این افراد زیر عنوان هلدینگی تشکیل شده با اجازه رهبری و به نفع آستان عبدالعظیم حسنی شیر فلکه بیت‌المال را بر آنان گشود. به صورتی که تنها پس از چند سال فؤاد ری تبدیل به یکی از بزرگترین شرکت‌های وارد کننده کالاهای اساسی به ایران شد. گزارش‌های رسمی شرکت نشان می‌دهد که فؤاد ری طی 3 دهه خوراک دام و طیور، جو دامی، گندم دامی، ذرت، کنجاله، سویا، مواد اولیه فولادی مانند شمش آهن، تیراهن و همچنین گوشت منجمد را وارد بازار ایران کرده است. از سوی دیگر فؤاد ری وارد حوزه دامپروری و تولید لبنیات نیز شد. همچنین کشتیرانی و حتی صنعت نفت و گاز. وزیر بازرگانی محمد شریعت مداری و وزیر وقت نفت غلام حسین نوروزی با حمایت و رانت اطلاعاتی به پروارتر شدن هلدینگ فؤاد ری کمک کردند. تا جایی که امروز نزدیک به 200 شرکت زیر مجموعه آن هستند
از جمله شرکت نفت و گاز پارس و شرکت نفت و گاز پرشیا که هر کدام مأمور به انجام صدها پروژه هستند. این هلدینگ در سال 75 نیز با حسابسازی توانست امتیاز واردات BMW را از علی نوریان بگیرد و تا به امروز تنها صاحب امتیاز آن در ایران باشد. فؤاد ری به عرصه بانکداری نیز ورود کرده و یکی از سهامداران بانک پارسیان نیز هست. هفته نامه شهروند امروز در شهریور ماه سال 90 در یک گزارش به بخشی از دارایی‌های این هلدینگ اشاره کرد. انحصار تولید 185,000 دستگاه CNG برای ایران خودرو، مالک شرکت نفت و گاز پارس، وارد کننده خودرو BMW، مالک 800 هکتار باغ، مالک 2000 متر مربع گلخانه، مالک 22 شرکت تجاری و صنعتی، مالک بزرگترین شرکت تولید کننده و صادر کننده گوشت ایران، مؤسس اولین مزرعه شترمرغ در ایران، مالک بزرگترین کارخانه لبنی تهران با 2000 رأس گاو شیرده، تهیه کننده برنامه تلویزیونی به خانه برمیگردیم، مالک معدن و کارخانه مس، مجری پروژه ساختمانسازی در آفریقا. با این حال اما هفته نامه تماشاگران سال 1393 خبر داد که هلدینگ فؤاد ری در سال 91 با ادعای زیان 1200 میلیارد تومانی توسط ستاد اجرایی فرمان امام خریده شد. اخیراً نیز سردار عباس سوری یکی از مدیران معاونت خدمات نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه در زمان سردار میرحمدی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که نامش را به حکمت تغییر داده است در یک فایل صوتی به این موضوع اشاره کرده است. این امر به فؤاد ری کمک کرده که ساده تر به منافع اقتصادی مورد نظرش دست پیدا کند. هرچند پیش از آن نیز البته هلدینگ فؤاد ری و ستاد اجرایی برای دستیابی به منافع مشترک با یکدیگر همکاری داشتند. از جمله برای تصاحب سهام بانک پارسیان در سال 1385 این دو نهاد اقتصادی با تحت فشار قرار دادن صاحبان بانک پارسیان و در نهایت ورشکستگی این بانک 28% از سهام آن را مشترکاً صاحب شوند. ستاد اجرایی فرمان امام وزیر مجموعه آن هلدینگ فؤاد ری تنها به تولید پول نمی پردازند. در مواقع لزوم چهره هایی که نیاز به رزومه سازی نیز دارند چندی به عنوان مدیر کل یکی از شرکت های زیر مجموعی آنها منصوب می شوند تا بتوانند از اعتبار آن در بزنگاه ها استفاده کنند. عباس سوری حکمت در این رابطه به علی اصغر انابستانی اشاره می کند، نماینده سبزوار در مجلس 11 که تا به حال برجسته ترین کارش به عنوان نماینده سیلی زدن به صورت سرباز وظیفه راهبر بوده است. به گفته حکمت پیش از انتخابات مجلس او برای 3 ماه به مدیر کلی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی منصوب می‌شود تا بتواند برای ارائه به شورای نگهبان برای خود رزومه‌ای فراتر از فرمانداری سبزوار در زمان دولت احمدی نژاد فراهم کند. یعنی از یک سو این نهادها برای چیدن مهره‌های مورد نظرشان در پست‌های مختلف اقدام به نیروسازی می‌کنند، از سوی دیگر پول‌های کلان خرج ستادهای انتخاباتی نامزدهای مطلوبشان می کنند. از همین روز که طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات توسط همین مهره های از قبل چیده شده سال هاست که در پیچ و خم مجلس و شورای نگهبان باقی مانده است و پیوستن به FITF هم با مقاومت مواجه می شود. در صورت تصویب طرح شفاف سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی نه دیگر امثال انابستانی می توانند به مجلس بروند و نه هلدینگ فؤاد ری می تواند در آفریقا دست به خانه سازی بزند. برای مبارزه با فساد، پولشویی، رانت در ایران باید اول عبای رهبر جمهوری اسلامی را از آلودگی پاک کرد. این مبارزه باید از بالا به پایین شکل بگیرد، نه با اعدام کردن سلطانهایی که فسادشان در حد خرید چند صد سکه است. سپاس که کانال خبرچین رو تماشا کردین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم.